گلگشت برنامه است کاملا مستقل بدون وابستگی به نگرش های قومی، سیاسی و دینی. گلگشت کوشش می کند دیدگاه های گوناگون سیاسی، ادبی، هنری و فرهنگی کارشناسان، نخبگان و فرهیختگان را به شما ارائه دهد، با این امید که فضای گسترده تر برای تقابل اندیشه ها به دست آید. نگرش های متفاوت را برمیتابیم، پاکیزگی کلام را پاس می داریم و با هم به گلگشت می رویم. با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز گلگشت رو با مژده بسیار بسیار بزرگی برای دوستداران یکی از شخصیت‌های برجسته، فرهیخته و شخصیتی که من گاهی اوقات واقعاً متحیر میمونم که با تمام فعالیت‌هایی که دارن، با تمام کارهای مختلفی رو که به طور روزمره در دستشون هست، واقعاً چطور میرسن که تمام مسائل ایران رو از نزدیک بررسی بکنن، تجزیه و تحلیل بکنن، مقاله بنویسن، کتاب بنویسن، کتاب خودشون ترجمه بکنن، مسافرت تشو ببرن و در سراسر دنیا سعی بکنن که دوستدارانشون رو در واقع در جریان افکار خودشون بگذارن. و این شخصیت کسی نیست جز دکتر عباس میلانی که معرف حضور همه شما هستند و بعد از مدت ها فرصت شد که من امروز از محضرشون استفاده بکنم و من و شما بینندگان عزیز در خدمت ایشون باشیم و پای صحبت های ایشون که همیشه سازنده، تازه و به موقع و منطقی هست بنشینیم. آقای دکتر عباس میلانی سلام عرض می‌کنم خدمت. سلام شما و به همه بینندگان و شنوندگانتون در همه دنیا. و یکی از مصائب گرفتاریایی که شما بهش اشاره فرمودید اینه که به اندازه کافی بنده نمیتونم با شما صحبت بکنم و به خاطر شرمنده هستم. نه اختیار دارید آقای دکتر، من همین محبتی که می‌کنید و واقعاً گاهی من به خاطر همین اطلاعی که دارم کمابیش از کارهایی رو که در دست اجرا دارید با اکراه مزاحمتون میشم و میدونم که چقدر لطف دارید و این فرصت ها رو به من میدید، همین برای من بی نهایت موجب امتنان و قدرشناسی است. آقای دکتر میلانی، این روزی نیست که ما از داخل کشور مسائلی رو نشنویم و یا صحبت هایی رو عده افراد از همه جا بی خبر، غیر مسئولی که عنوان مسئول دارن و میتونن اثر بگذارن روی مردم ما، میشنویم که حیرت انگیزه. و اگر هر جای دیگر دنیا باشه عواقب خیلی خیلی شدید و تنبیهات خیلی جدی میتونه به دنبال داشته باشه. اشاره من به صحبتی است که یکی از این از همه جا بی خبران کرده راجع به اینکه زنانی که بد حجابی میکنند مردها میتونن بهشون تجاوز بکنن. این رو در این مملکتی که ما زندگی میکنیم به عنوان ویجیلنتی یا کسانی که قانون رو در اختیار خودشون میگیرن، در دست خودشون میگیرن، قابل تعقیب خیلی خیلی جدی هست. نظرتون چیه و واقعا در این مورد وظیفه رسانه ها، وظیفه تک تک ما که در خارج از کشور هستیم و در داخل کشور چی هست؟ اول من فکر کنم وظیفه همه ایرانیان این است که مسئولیت عواقب بالقوه خطرناک این نوع فاشیسم عریان رو متوجه کسانی بکنیم که جلوی این کار رو نمیگیرن. آقای خامنه ای الان وظیفش چونه که بیان و صراحتا بگن که هر نوع تجاوز بدون در خیابان به هر زنی به هر شکلی جرمه و هر کسی که این رو تبلیغ بکنه مجرمه. اون روزنامه به گمان من باید از طریق قانونی تعقیب بشه، اون نویسنده باید از طریق قانونی تعقیب بشه، اون ناشر بایستی از طریق قانونی تعقیب بشه. یک کسی که خودش آخوندزاده است، خودش مرد فرهیخته‌ایه، یک مقاله نوشت و در یک مورد تاریخی اظهار نظر کرد در مورد حضرت علی و
و نظری رو در واقع بیان کرد که نظریه 80% مسلمین جهانه، یعنی نظر سنی ها. و اون اینکه حضرت علی یکی از خلفای راشدین و خلفای صالحین هستند، ولی همون مقام چهارم داشتن و صحبت ایشون بود که اگر خود حضرت علی این سلسله رو پذیرفته شاید یک حکمتی در این کاره. و این بحث فلسفه تاریخیه، میشه این بحث رو آغاز کرد. نویسنده رو زندان کردن برخلاف عقل، برخلاف عرف، برخلاف آزادی اندیشه، برخلاف نص قانون اساسی که میگه آزادی اندیشه وجود داره. ناشرش رو بستن، روزنامه‌ش رو بستن. حالا یه مجله دیگه وابسته به سپاه میاد میگه که ما اگر به زنان تجاوز بکنیم حق ماست. تو غلط کردی میگی حق توست در خیابان مملکت به یه زن تجاوز بکنی. تو غلط کردی میگی که حق توست که تعیین بکنی کی قابل تجاوزه و کی قابل تجاوز نیست. و اگر مقامات عالی رتبه مملکت کسانی که ادعا میکنن ولایت بر این جامعه دارن، کسانی که ادعا میکنن جان مردم و امنیتشون به عهده اونهاست، اگر نیان موضع قاطع صریح بدون هیچ نوع تردیدی در محکوم کردن این نوع ویجلانتیز، این نوع خشونت علیه نصف جمعیت ایران نگیرن، هر اتفاقی که در ایران خواهد افتاد به نظر من هم از لحاظ انسانی، هم از لحاظ عرف بین المللی، هم از لحاظ قوانین بین المللی به عهده این رهبرانه. یادمون نره رهبرانی که در آفریقا سکوت کردن وقتی مردم به جون هم افتادن و همدیگر رو کشتن، بعضیشون الان در دادگاه های بین المللی دارن محاکمه میشن. جلو نگرفتن از خشونت جمعی و این مقاله تبلیغ به خشونت جمعی علیه زنان ایرانه، علیه حداقل بخشی از ایرانه. چه کسی تعریف میکنه بدحجابی رو؟ اون لاتی که خودش حق میده که به یک زنی یه چنین واژه اطلاق بکنه و بعد قانون رو در دست خودش بگیره و بعد حتی تهدید بکنه که ما قانون رو میخواییم عوض بکنیم و دو نوع قانون برای تجاوز داشته باشیم. من واقعا در این چند سال اخیر مقالات شنی، مقالات زشت، حملات بی اصول، بی اخلاق در کیهان به طور روزمره آدم میخونه، در بعضی از این سایت های وابسته به نیروهای انتظامی یا وابسته به دفتر آقای مصباح یا در خود سخنرانی های بعضی سخنرانی های خود آقای مصباح حملات بیرویهی به افراد میشه. ولی من کمتر دیدم، یادم نمیاد که یه چنین تحریک مستقیمی علیه دقل نیمی از جمعیت. بله، چون میگم وقتی ویجیلانتیز در یه جامعه رواج پیدا بکنه دیگه جلودارش شدن مشکله. باید صریح مقامات مسئول بیان و در این مورد موضع بگیرن. ولی میدونید مقامات فقط اون تصمیم نیست. وقتی که آقای روحانی به گمان من به درستی میگه که نمیشه مردم رو در قل و زنجیر به بهشت برد، بله، در واقع وقتی که این حرف رو میزنه به گمان من تکرار یکی از آیات خود قرآن رو داره میکنه. در قرآنه که میگه لا کراهه فی الدین. این رئیس جمهور مملکت یه چنین حرفی میزنه، متکیشم آیه قرآن میشه به راحتی گفت بوده، بعد ظرف 48 ساعت یک آخوند غیر منتخبی در یک منبری که در اختیارش گذاشتن میاد مستقیما به رئیس جمهور حمله میکنه و میگه که تو داری با این حرفت راه رو برای جهنم باز میکنی و تهدید میکنه که ما امر معروف و نهی از منکر رو ادامه خواهیم داد. آخه امر معروف و نهی از منکر در چارچوب قانون در این مملکتی که قانون داره محلی از اعراب نداره. اگر شما میگید مملکت اسلامی است، اگر میگید قوانین اساسی همه قوانین ملهم از اسلامه، مبتنی بر اسلامه، دیگه امر معروف نهی از منکر خود شما دارید میکنید دیگه. 34 سال هم هست که دارید با زور و با تهدید و با ارعاب و با اسید و با محروم کردن مردم از تحصیل و با محروم کردن زنان از 70 رشته
سعی میکنید کارتون رو، امر معروفتون رو به قول خودتون پیش ببرید و شکست خوردید، مستثمانه شکست خوردید، به قول آقای مصباح بند و آب دادید. حالا یک کسی داره سعی میکنه که یه جوری مقداری از این آب رفته رو به جوب برگردونه، بگه مردم اینقدر اذیت نکنید، به خونه مردم چیکار دارید، به خلوت مردم چیکار دارید، ظرف 48 ساعت اون حملاتی که بهش کردن و یه دی رو آوردن در خیابون، یه سپاه شکست خورده ای رو که عکسشون واقعا مضحک بود، که یا آخوندی که نوار سخت بسته بود، مثل اون بود که قراره در چیز ونیس شرکت بکنه، در کارنوال ونیس شرکت بکنه، که چی که امر معروف و نهی از منکر. آقای دکتر میلانی، در این رابطه و در رابطه با اشاره‌ای که کردید به اقدامات آقای روحانی، نظرتون چیه؟ به نظر میرسه که روحانی واقعا زورش به این تندروها نمیرسه. و بعد با توجه به اون نکته اولی که مطرح شد، من یادم است که بلافاصله بعد از انقلاب من اینجا بودم، انقلاب که شد به امید اینکه آقا حرفایی که زدن بهش عمل میکنن، با شتاب به ایران رفتم، با تقریبا میتونم بگم اولین هواپیمایی که به ایران رفت من جزو مسافرینش بودم. از همون روزای اول که هنوز مسئله حجاب اجباری نشده بود، عده ای از همین لشوش و از همین لومپنهای خیابانی زنای بی حجاب رو مورد در واقع اهانت قرار می دادن و در معابر بعضی از مغازه ها دم درشون یک علامتی گذاشته بودن، نوشته بودن که اگه حجاب ندارید وارد نشید. این یعنی فکر نمی کنید که این یک موضوعی است که تو اون مملکت میتونه واقعا با توجه به همین ویجلنتی ها، همین کسانی که خب همه چی رو به اختیار خودشون گرفتن و یک نوع هرج و مرج و بیبند و باری و بی نظمی دیده میشه که این آخوندا مخصوصا اینایی که میرن به منبر و صحبت هایی رو میکنن که آدم حیرت میکنه در این دور و زمانه که اینا آیا هیچ قید و بندی وجود نداره، هیچ نظمی وجود نداره، هیچ کنترلی وجود نداره، در حالی که گفته این میشه اینا تمام تعلیمات خودشون رو از دفتر رهبری میگیرن این امامان جمعه. چیه نظرتون؟ ولی امامان جمعه که بدون اجازه دفتر رهبری آب نمیخورند، چهارشنبه ها از دفتر رهبری دستورالعمل اون که باید در خطابه ها بگن براشون فرستاده میشه. در تهران شما نگاه بکنید ببینید کیفیت کسانی که الان دارن نمازهای جمعه رو اقامه میکنن با کسانی که در آغاز اقامه میکردن. آیت الله طالقانی وقتی نماز جمعه تهران اقامه میکرد، آیت الله منتظری نماز جمعه تهران رو اقامه میکرد. ببینید الان چه کسانی در قیاس با اونها از لحاظ فقاهتشون، از لحاظ محبوبیتشون، از لحاظ مقبولیتشون نزد مردم، میفهمید که مسئله کاملا و آقای دکتر ببخشید بین صحبتون و از نظر شعور و سوادشون. خب همون من نخواستم اونو بگم، منظورم همون بود، واضحه. عذر میخوام. الان منتظری که در زمان خودش بعد از خمینی، بعد از آیت الله خمینی، به اعتبار خود مجلس خبرگانی که ظاهرا خبره تعیین این کار هستن، اعلم و به زمان تعیین شد دیگه، جانشین آیت الله خمینی تعیین شد. و اگر مرد اخلاق نبود، اگر سکوت مصلحتی اختیار میکرد، اگر اعتراضاتش رو به کشتارهای دست جمعی بیان نمیکرد، اگر اعتراض به شکنجه در زندان بیان نمیکرد، چه بسا که حالا ممکنه به هر حال علش توطئه میکردن، چه بسا که الان معلوم شده که قبل از اون هم شروع کرده بودن علیه شایع پراکنی کردن اینا، ولی چه بسا که الان جای آقای خامنه ای بود دیگه، جانشین منتخب ایشون بود، اون افقه، اون آیت الله در مفهوم واقعی بود، اون به قول خود آقایون خبرگان افقه و علم بود، اونو زدن داغونش کردن، سعی کردن داغون میکنن. الان من فهم کنم آیت الله منتظری حتما خیلی محبوب تر از 1982 سه از لحاظ سواد که قابل قیاس نیست. یه سری آدمایی که میدونن دستورالعمل خواهند گرفت و این اون حرفا رو تکرار خواهند کرد میارن و دوباره تعداد مراجعه کسانی که نماز دارن میخونن مقایسه بکنید بر اون سالها. من در ایران بودم، من در دانشگاه تهران
وقت تدریس داشتم میشد دید که مردم واقعا از صمیم قلب می اومدن. الان مجبورن با تهدید بیارن، مجبورن با ساندیس بیارن و بازم به قول خودشون تعداد به طور نگران کننده ای کم شده، ولی مسئله رو سیاسی کردم به بدترین شکلش، یعنی به این شکل که اونجا رو تبدیل کردم به تریبیونی علیه الان دولت، تبدیل کردم به تریبیونی علیه مردم، علیه زنان، علیه اقلیت‌های مذهبی، علیه بهایی‌ها، علیه دراویش، علیه اهل تسنن، علیه غرب، کسانی که در آمریکا یا اروپا به تهدید و زور و فشارهایی که این رژیم وارد شده ناچارن در غربت زندگی کنن. یعنی یک حالت خیلی عجیب و غریبی پیدا شده، این تبدیل شده به ابزار، کاملا به ابزار تبلیغ دفتر آیت الله خامنه ای. و به نظر من برگردیم به سؤال مسئله حجاب. ببینید ایران 50 سال تقریبا 40 خورده ای با حجاب به انهای مختلف دست و پنجه نرم کرده دیگه. بله. نه کشف حجاب زوری رضا شاه مؤثر بود، دیدیم به محض اینکه کشف حجاب برداشته شد تعداد قابل ملاحظه ای از زنان ایران تصمیم گرفتن که با حجاب دوباره به خیابان ها بیان. خیلی از زنانی که واقعا معتقد بودن در تمام دوران کشف حجاب خیلی هاشون از خونه بیرون نمی آمدن یا پنهانی بیرون می آمدن. همونقدر اون غلطه که سیاست فعلی غلطه، همونقدر اون نامؤثر بود که این یکی نامؤثره. یعنی الان میبینیم، الان میبینیم که به طور روزافزونی زنان میخوان حقشون رو در انتخاب لباس خودشون اعمال بکنن و این وعده‌ای نیست که بشه گفت وعده خلاف اسلامه، برای اینکه آیت الله خمینی به همین صراحت در ماه‌های و هفته‌های قبل از انقلاب بله. گفت ما به زور حجاب سر زنان نخواهیم کرد. اگر ایشون گفته پس یه چارچوبی، یه جایی، یه انگلتی، یه کلاه شرعی برای این قضیه وجود داره. اگر آزادش بگذارن این و پول به این اجامر ندن، این اجامر از سر اعتقاد که این کارا رو نمیکنن، اینا حقوق بگیرن، لباس شخصی ها که آدمای معتقد و مؤمنی که اکثریتشون به نظر نمیرسه بر اساس دوباره گفته های خود آقایون، کسانی هن که از یه مراکز معینی پول میگیرن، از یه مراکز معینی سهمیه پیدا میکنن که نمیدونم قرارداد دریافت میکنن، از یه مراکز معینی سهمیه میگیرن که بدون صلاحیت وارد دانشگاه بشن، وارد دوره دکترا بشن، بعد بیان به عنوان استاد در دانشگاه. من واقعا بعضی از دانشجویان سابق دانشگاه که اگر به خارج میان مثلا زنگی به من میزنن یا اگر به کالیفرنیا میان من باشون صحبت میکنم، داستانهایی در مورد بعضی از این استادایی که به زور به دانشگاه تحمیل شدن و بیسوادی اینها و پررویشون به خاطر اینکه فکر میکنن پشتشون به بسیجه یا پشتشون به سپاهه یا پشتشون به اطلاعات، پشتشون به دفتر رهبریه و کسی حق اعتراض بهشون نداره، ولی میان سر کلاس یه سری همین حرفای تکراری رو تکرار میکنن. این اگر نهادهای مرکزی تصمیم بگیرن که یک قانون اجرا خواهند کرد، یعنی هیچ کسی حق تجاوز به کسی در خیابون نداره، تهدید نداره، روزنامه نگاری حق تهدید، تهدید دست جمعی، میدونید این یه نوع واقعا میگم اون مقاله قانون شکنیش فقط در سطح ایران نیست. اون به گمان من، من حقوقدان بین المللی نیستم، ولی انقدر در مورد بقیه کسانی که الان تو دادگاه ها دارن محاکم میشن کنجکاو بودم که اگر کسی در جایی مردم رو تحریک به خشونت جمعی علیه یک جمعی بکنه، این طبق قوانین بین المللی نوعی جرم کشیه، نوعی جرم در واقع جنوسایده، یک نوع جمع کشیه
خطرناکه. فقط قوانین ایران نیست که ممکنه بهتون اغماز بکنه. اگه یه روزی بیارید خارج، اون نویسنده اون مقاله باشید و کسانی در نتیجه مقاله شما مورد ضرب و شتم یا مورد قتل قرار گرفته باشن، ممکنه سرکارتون به لاهه بیفته و برید بغل اون رؤسای جمهور سابق آفریقا و کشورهای الان دارن اونجا زندانی میکشن به خاطر اینکه مردم رو تهدید کردن علیه یک بخش دیگری از جامعه. من فکر کنم پول رو اگر ازش بکشن بیرون، این رانتایی رو که به اینا میدن، این پولایی که به اینا میدن بکشن بیرون، مسئله رو خود جامعه میتونه حل بکنه. ایران مسئله رو در دوران شاه حل کرده بود، یعنی در دوران شاه زنان محجبه حق داشتن، همونقدر به عرصه عمومی حق داشتن و بایستی میداشتن که زنان بدون محجبه. و تنها منبعی هم که میتونه تعیین بکنه که آیا شما لباستون خلاف عرفه یا لباستون تحریک‌آمیزه، میل و سودای اون لاک کنار خیابون وایستده نیست، تنها ملاکش قانونه. یه مملکت قانون داره، اگر کسی بیاد اونم شما نمیتونید دوباره قانون دست خودتون بگیر بگیر چون اومدی تو خیابون من تحریک کردم. ببینید فرهنگی که داره از طریق این مقاله تبلیغ میشه، من نمیدونم بعضی از بینندگانتون حتما سنشون اقتضا نمیکنه، ولی در اواسط دهه 40 یه اتفاقی افتاد که مجله توفیق اون زمان خیلی باش شوخی میکرد. یه کارگری که تازه هم از شهر کوچیکی از روستا آمده بود به یه دختری در خیابون تجاوز کرد. دم اون میوه فروشی رو میفهمه، دم میوه پرتقال فروشی، بله پرتقال فروش تجاوز کرد. و خب فوری دادگاه گرفتش و چیزش کردن. ولی الان این مقاله رو که میخونید داره به نظر میرسه که پسر همون پرتقال فروشه مقاله رو الان روزنامه دست اونه و فکر میکنه که اون حق بشه که این کار رو بکنه و قانون رو میخواد یه جوری عوض بکنه که اگر یک کسی اومد و اون نشسته اونجا داره چایشو میخوره تحریک شد، حق بشه که تجاوز بکنه. اون زن همونقدر به عنوان شهروند ایرانی به عرصه عمومی حق داره که تو حق داری، و اگر انقدر براحتی ناراحت میشی به قول مقاله ما تحریک میشیم، راش اینه که در خونه بمونید و یک دوش آب سرد بگیرید و از مزاحمت دیگران ممانعت بکنید، برای اینکه اگر فانونی در مملکت باشه چنین الوات و اشراری رو باشون مقابله قانونی خواهند کرد. متشکرم آقای دکتر. سوال دیگر من که خدمتتون عرض کردم در مورد شرایطی است که روحانی درش قرار گرفته. آخرین خبری که ما امروز داشتیم و دیروز و امروز پنجشنبه هست که با جناب عالی دارم صحبت میکنم 29، و مطلبی در مورد این شیوه جدیدی رو که خامنه ای پیش گرفته برای ازدیاد جمعیت تا 150 میلیون نفر و تمام کسانی که دستن در کار وضعیت اقتصاد ایران رو اون چه که منطق حکم میکنه هستند با دیده تعجب و تمسخر به این موضوع نگاه میکنند، و روحانی که در یک مورد و در یک اظهار نظری که کرد گفت ما حتی جوابگوی همین جمعیتی که الان داریم نیستیم، چگونه میخوایم جمعیت رو اضافه بکنیم، و یه عده خوشحالی کردن که او در مقابل کارهای بیرویه خامنه ای ایستاده. امروز دولت ایران به طور قطع روی فشارهایی که روی روحانی آمده قوانین مربوط به این کار رو روابط به اصطلاح اون راه و روشی رو که باید در این زمینه پیش بگیرن رو منتشر کرد و دفاع کرد در واقع در راه رسیدن به هدفی رو که آقا تعیین کردن. نظرتون چیه؟ والا اولا بین به قول فهم میکنم این نص اعلامیه شونه که ابلاغیه رهبری ابلاغ شد به دولت. درش یه طنزی من متوجه بودم، حداقل برای من خیلی طنزآمیز بود که مسئله به اهمیت این که شما بخواید مملکتی که اقتصادش در حال ورشکستگی است
و 80% درآمد دولتش متکی بر نفته و آینده این نفت برای 40 سال آینده با در نظر گرفتن این که چین داره منابع نفتی خودش رو پیدا میکنه، گاز خودش رو پیدا میکنه، آمریکا داره بزرگترین صادر کننده نفت میشه در ظرف 2-3 سال آینده، آینده اقتصادی ایران معلوم نیست، فساد در این حد داغون شده، کشاورزی، مقاله همین 2-3 روز پیش میخوندم که این بیکفایتی های اینا در عرصه کشاورزی یه فاجعه تاریخی در مورد میزان آب موجود در ایران و میزان زمین قابل کشت در ایران ایجاد کرده. بدون در نظر گرفتن همه این مسائل رهبری ابلاغ کردن که جمعیت باید دو برابر بشه. این مسئله نیست که رهبری، هیچ رهبری، هیچ رئیس جمهوری، هیچ پادشاهی، هیچ مستبدی بایستی بتونه شخصا تصمیم بگیره. این مسئله است که اقتصاددان، جمعیت شناس، جامعه شناس، روان شناس، همه اینها باید بشینن در یک بحث آزاد اجتماعی تصمیم بگیرن که آیا اقتصاد ایران جواب اینا میده، کار برای اینا میتونه درست بکنید. همین الان با جمعیت فعلی باید سالی 1,000,000 کار ایجاد بکنید که بیکاری رو در سطح فعلی نگه دارید. شما جمعیت رو دو برابر بکنید، 2,000,000 در سال میخواید کاری ایجاد بکنید با کدوم صنعت، با کدوم منابع طبیعی، با کدوم درمایه درآمد دولت. مسئله فسادی که به قول خود شما نهادینه شده و قابل اصلاح به نظر نمیان، با اون مسئله میخواید چیکار بکنید؟ ابلاغ این از طرف آقای روحانی به نظر من یه فرمالیته اداری بود. آقای روحانی به هر حال نمیتونه در همه عرصه ها بجنگه. وقتی که میاد و به صراحت میگه که زنان بایستی در همه کارها مشارکت کنن، مشارکت کنن، دو روز قبل بعد از این که آقای خامنه‌ای گفته که بعضی کارا مناسب زنان نیست، و وقتی که میاد میگه که آقای روحانی میاد میگه که این فیسبوک و کل این عرصه های مجازی فرصتی است برای جامعه، باید به جوانا اعتماد کرد، باید نباید در مسائل خصوصیشون دخالت کرد، و 24 ساعت بعد رئیس قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه و نماز جمعه سخن خطیب جمعه تهران و خطیب جمعه مشهد و مال ازاییه مثل این که استعفا دادن دیگه پیداشته ایست. بله بله میگن مستعفی شدن، ما حالا بایستی بیشتر حیف شد آقای دکترون، خیلی حیف شد. من اسم مجموعه نه مجموعهش که نکرد، یه منتخبی از سخنان ایشون در یک کتاب فروشی دیگه چاپ شده گرفتم و گاهی میخونم و واقعا استفاده میکنم از این که یک چنین فاضل میاموز هممون میاموزیم آقا ازش. خلخالی فکر کنم یک مرحله جدیدی از فضل و فصاحت و درایت سیاسی ایشون باز کردن. ولی به هر حال یعنی برگردیم به این چیز، من اینکه دستور ابلاغیه رو ابلاغ کردن اون به نظر من فرمالیته است. اینکه اون نهادها عملا بتونن یا بخوان این سیاست رو، سیاست که چه عرض کنم، این ابلاغیه رو عملی بکنن، اون امری علاحده است. از اون مهمتر هم حالا اینا ممکنه خودشون بخوان به قول اصطلاح انگلیسی میگه قبل از این که کشتی داره غرق میشه یه دی روی کشتی دارن صندلی ها رو این برون بر میکنن. حتی اگر بخوان اینا صندلی ها رو اون برون بکر قانون رو عوض بکنن، حتی اگر دولت روحانی هم بخواد بره در جهت این سیاست، به هر حال بچه را که به زور نمیشه تولید کرد. حتی اگر تبلیغ هم بکنید بگید به یاد 14 معصوم 14 تا بچه داشته باشید. بله. و زنم مثلا تو تبلیغاتتون نذارید، فقط بچه ها رو بذارید. بازم زن ها هستن که باید بچه دار بشن. زن های ایرانی میبینیم که الان در 24-5 سالگی ازدواج میکنن، اگر شوهرشون زور بگه، اگر شوهرشون بخواد حقشون رو بگیره، خیلی زودتر از مادر من که پدرش بهش گفته بود که با کفن میری، با لباس عروسی میری، با کفن برمیگردی،
الان زنان ایرانی با لباس سفید میرن ولی حاضرن با هر لباسی برگردن اگر شوهرشون زورگویی بکنه، اگر بخواد نابرابری بکنه. یعنی به هر حال سیاست جمعیت رو زنان و مردان ایران تعیین خواهند کرد و تعیین میکنند و این نسل جوانی که الان زیر دوتا بچه داره و شمار طلاقش به طور روزافزونی قابل مشاهده است و به مرحله خیلی جدی رسیده، اونها رو نمیشه چیز کرد. ببینید مستبدین فراموش میکنن که یه چیزایی هست که با حکم و با فرمان و با ابلاغ درست نمیشه، اقتصاد و با ابلاغ نمیشه درست کرد. اینو آقایون واقعا 8 سال در دوران احمدی نژاد متوجه نشدن. این که تو شما هی بگید که این دولت مورد نظر منه، این امام زمان داره اقتصاد رو اداره میکنه، اینا یه جایی است در اقتصاد که اگر شما بلاحت به خرج بدیم اونچنان که احمدی نژاد به خرج داده، نقدینگی مملکت رو 600 خورده درصد بالا برده. خود دولت روحانی پریروز من یک گزارشی میخوندم از میزانی که نقدینگی در 80 سال اخیر در ایران بالا رفته، اصلا شگفت‌انگیزه. و یه تصویری دارن، من واقعا توصیه میکنم دوستان برن این تصویر رو ببینم، من نمیخوام ارقامش رو از حافظه بگم چون حتما اشتباه میکنم، اصلا شگفت‌انگیزه نقش دولت احمدی نژاد در افزایش نقدینگی در قیاس با دولت خاتمی، در قیاس با دولت رفسنجانی، در قیاس با تمام دوران بخشی از دوران شاه. خب شما وقتی نقدینگی رو اضافه میکنید نتایجش همین میشه. وقتی که سازمان برنامه رو از بین میبرید که نقشش نظارت بر دزدی ها بوده، جلوگیری از دزدی ها بوده، سازمان برنامه رو چرا ایجاد کردن؟ شما برگردید به تاریخ تأسیسش، آمریکایی‌ها گفتن اگه ما قرار پول در اینجا سرمایه گذاری بکنیم، بانک‌های بین‌المللی گفتن اگه قرار پول بذاریم یه ناظری می‌خوایم مورد اعتماد همه باشه که اونا مطمئن بشن این پول، این بودجه دقیقاً اونچنان که باید انجام میشه، پولا اونچنان که باید وارد میشه، اونچنان که باید خارج میشه. آقای احمدی‌نژاد اومد سازمان برنامه رو تعطیل کرد، دست خودش رو باز گذاشت و الان می‌بینیم که به قول خود آقای دولت آقای روحانی 100 میلیون حداقل گمه، این تازه رقم محافظه کارانشه. آقای دکتر 100 میلیارد جمعیت و اقتصاد و با زور با ابلاغیه نمیشه. فرهنگ مردم ایران عوض شده، فرهنگ مردم ایران فرهنگ جامعه این معذرت میخوام من چراغمون خاموش میشه اگر حرکت نکنم، خواهش میکنم ببخشید سنسور دارم، ارقام کاملا فراوانی در مورد همه کشورها هست، فقط در مورد ایران نیست. وقتی سواد مردم بالاتر میره، وقتی سواد زنان بالاتر میره، تعداد بچه هایی که پیدا میکنن کاهش پیدا میکنه، برای اینکه اینا میخوان بیان وارد عرصه اقتصادی بشن، برای اینکه برای خودشون نقشی سوای صرفاً مادر بودن قائل هستن یا پدر بودن قائل هستن، هر دو به هر حال باید سهیم باشن در این کار. اینا فکر میکنن یعنی جمهوری اسلامی در سواد آموزی واقعا کار موثر و موفقی داشته، بخش 90% میگن الان از جوانهای ایران با سوادن و این خیلی قابل تحسین، یک سیاست خیلی موفقی بوده. ولی نمیشه شما یه سیاست مردم رو باسواد بکنی بعد ازشون انتظار داشته باشید که به یاد 14 معصوم 14 تا بچه تو مثلا آپارتمان یا اتاق خوابه ای که با 1000 بدبختی تو تهران تونستن اجاره بکنن، رهنش رو از مادرش قرض گرفته و اجارهش رو باید با 4 تا کار همزمان بپردازه، 14 تا هم بچه بیاره. اون وقتی که 14 تا بچه می آوردن 14 تا بچه کارگر مزرعه بودن، الان نونخور پدر و مادری هستن که به سختی نون خودشون و همسرشون رو میتونن تامین بکنن. خیلی ممنونم آقای دکتر میلانی. در رابطه با این اجباری کردن یا دستور العمل صادر کردن و امریه صادر کردن،
آیا موافقید که در زمان حکومت سابق هم وقتی که میخواستن قیمت ها رو کنترل بکنن یک مصیبتی به دنبال داشت، قیمت فروش مایحتاج مردم رو؟ ببینید شاه هم برای مدتی حداقل گمانش این بود که میشه با زور و ابلاغیه مسئله اقتصاد رو حل کرد. وقتی که قیمت ها شاه به خصوص نسبت به تورم خیلی حساس بود. بله. البته میگم ایران تنها کشور دنیاست، من این رو از یک سخنرانی که از آقای رنانی خوندم، خیلی سخنرانی جالبیست، در اصفهان ایراد شد سخنرانی در بنیاد باران، بر اساس آمار و ارقام میگه ایران تنها کشور جهانه که در 40 سال اخیر در تمام مدت تورم رقمی داشته. تنها یک سال، اون هم در دوران نخست وزیری آقای موسوی که الان متاسفانه نزدیک 4 به طور غیر قانونی همراه با همسرشون آقای کروبی در زندانن، ایران تونست تورم زیر 10% داشته باشه. و خب تورمی که بدترین شکلاییست برای این که به تدریج درآمد مردم رو کاهش بدن دیگه، هرچی تورم بیشتر میشه قدرت خرید واقعی مردم کاهش پیدا میکنه. شاه فکر میکرد با زور میشه این کار کرد، دستور داد به وزیر اقتصاد وقت آقای اسمش الان یک لحظه یادم رسه الان یادم میاد آقای آموزگارم فریدون مهدوی، بله دکتر مهدوی، فریدون مهدوی میگه قیمت ها رو باید اگر شده با زور بیارید پایین و اگر شما نتونید بیارید ما با ارتش استفاده از ارتش این کار رو خواهیم کرد. نشد، دیدیم که نشد. آقای الغانیان هم بازداشت کردن، سرش رو تراشیدن، فرستادن تبعید داخلی به جرم گران فروشی، 4000 دانشجو رو بهشون حق دادن برن قیمت ها رو کنترل بکنن. نمیشه، با زور نمیشه. ببینید لنین با تمام اون تشکیلاتی که داشت از 1917 در واقع تا 1922 سعی کرد اقتصاد رو با ابلاغیه هم حل بکنه. بالاخره به این نتیجه رسید که نمیشه، اقتصاد رو با ابلاغیه نمیشه حل کرد. برگشتن به یک اقتصاد معقولتری، اون سیاست نپ دوران لنین و بعد سال اول استالین رو شروع کردن، برای اینکه دیدن با ابلاغیه مسائل رو حل نمیشه کرد، احتیاجی به تعقل داره و قوانین اقتصاد قوانین خاص خودشونه. من چند وقت پیش با یک دوستم صحبت میکنم، این فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد که تو یکی از این بانک های بین المللی در دوران احمدی نژاد طرف مذاکره با برخی از نمایندگان ایران بود، به من میگفت که باورت نمیشه بعضی از این کسانی که به عنوان نماینده میامدن مال دوران احمدی نژاد نه دوران فعلی، الان خیلی از این کسانی که میان واقعا آدم های زبده ای هستن، دانشگاه های درجه ای که تحصیل کردن. میگفت ابتدایی ترین قانون اقتصاد رو نمیفهمه. ما بهش میگیم آخه شما این سیاست رو دارید دنبال میکنی، فکر این نتیجهش هستی؟ میگه اصلا مثل این که در مورد علم فیزیک ذرات داری در باردش صحبت میکنی. اون بیکفایتی ها اون نخاله ها رو گذاشتن در رأس مهمترین مشاغل اقتصادی مملکت، وقتی که شما بزرگترین صندوق اقتصادی غیر نفتی یا غیر دولتی رو میدید دست کسی به اسم مرتضوی که بازجو بوده و بهش اجازه میدید که از دل اون زنجانی در بیاد، از دل اون هزار و یک مفسده دیگه در بیاد، اون قرار سیاست گذار مملکت باشه. خب حاصل همین میشه که شده دیگه، 30 تورم دورقمی، بیکاری دورقمی، الان میگن خود مقامات رسمی میگن نرخ بیکاری در جوانان 24%. و وقتی که میبینیم تعریف رو از مفهوم بیکار عوض کردن در دوران احمدی نژاد برای اینکه درصد رو بیارن پایین تر، شما الان مثلا در 2 دوباره چیزی در دیگه شدم نیست ولی میدونم که عوض کردن برای اینکه درصد رو بیارن پایین، شما اگه مثلا 1 در 2 کار کرده باشید بیکار شناخته نمیشه، در حالی که مردم همه باید 2-3 کار داشته باشن تا بتونن حداقلش رو. ولی با این همه، با دستکاری کردن نحوه تعیین بیکاری، خودشون میگن 24% جوان ها بیکارند.
یعنی عملا قاعدتا 50%. معمولا 20 تو آمریکا هم همینطوره، فقط در ایران نیست. وقتی که میگن در اینجا نرخ واقعی بیکاری هم میشه خیلی بیشتر از نرخ اعلام شده است، ولی اینکه اینجا هم دستکاری میکنن، به نوع دیگری دستکاری میکنن، اینجا شفافیت بیشتری داره و اینجا هم دستکاری میکنن. 50% بیکاری در جوونا با ابلاغی حل نمیشه آقای دکتر. که تهدید بکنید هر روز که اگر کسی بیاد اینجا ما میبریمش زندان، حل نمیشه با اعدام بدون اطلاع یکی از کسانی که مجرم این ماجرا هستن و مسئول گذاشتن بقیه پرونده. به هر حال آقای خسروی در دادگاه گفته که یه عده‌ای خیلی مقامات بالاتر به من دستور دادن. اون مقامات بالاتر کیا هستن؟ بله. تا اینا رو حل نکنی سرمایه وارد ایران نمیشه، تا سرمایه وارد ایران نشه کارآفرینی نمیشه، تا کارآفرینی نشه بیکاری کم نمیشه، تا بیکاری کم نشه مردم جرأت این که فرزند تازه رو بیارن امکانش نیست، ندارن. بله. آقای دکتر میلانی، این آقای امیر خسروی که در واقع معدود کارآفرینانی هم که اونجا هستن به این صورت سربنیستشون میکنن و بعد اتفاقا اشاره‌ای رو که کردید به وضع اقتصاد، آیا واقعا این ارقام خیلی دور از ذهن نیست؟ چگونه ممکنه یک تورم 40%+ رو در عرض یه مدت به این کوتاهی آقای روحانی تونسته باشه پایین بیاره و برسونه به 24%؟ این فکر نمی‌کنم در تمام طول تاریخ شناخته شدن اقتصاد جزء علوم جهانی یه چنین چیزی سابقه داشته باشه. در ایالات متحده با حضور تمام این اقتصاددانان و متخصصین وقتی که تورم پیش میاد مدت‌های مدید طول میکشه که ذره ذره میلیمتر به میلیمتر این تورم رو پایین بیارن، با اونم اعمال سیاست‌های درست و حساب شده. چیه نظرتون؟ یه مقداری از تغییری که در وضع اقتصادی ایجاد شده، من جزئیات این رقم رو مطالعه نکردم، خوندم اون سخنشون رو که به 24% فکر کنم گفتن کارش بده کرده. بله. ولی اینکه چگونه حساب کردن، چی رو در اون سبد گذاشتن و حساب کردن، اینا همه بله که تا آدم جزئیات چون ندونه نمیتونه قضاوت بکنه. ولی به نظر من یک نکته در مورد اقتصاد قابل مشاهده است و این که اون سقوط آزادی که در یک سال آخر احمدی نژاد شروع شده بود و داشت میرفت به یک طرف واقعا انفجاری، و من فکر میکنم اصلا انتخاب آقای روحانی و در واقع اجبار آقای خامنه‌ای سپاه در پذیرفتن اینکه کسی مثل ایشون رئیس جمهور بشه و در دور اول هم رئیس جمهور بشه، دقیقا به خاطر اینه که گزارش هایی که من شنیدم خوندم، آقای جهانگیری دیگران گفتن، گزارش هایی که به آقای خامنه‌ای میدن اینه که این شتاب این سقوط اونقدر خطرناکه به زودی ممکنه باعث انفجار بشه. خب اون بخشی از اون سقوط به خاطر این بود که مردم فکر کردن تحریم ها به روز افزون خواهد بود، مردم فکر میکردن احتمال جنگ هست، نقدینگی اضافه شده بود، مردم در فکر این بودن که یه جایی برای این پول پیدا بکنن که الان به هر حال به صورت نقد، به صورت پول بالقوه بی ارزش دستشون هست، میخواستن تبدیلش بکنن به ارز. ارز هر روز بالاتر میرفت، خود دولت وارد قاچاق ارز شده بود. همه اینها شتاب عجیبی به اون ماجرا داد. الان من احساس میکنم که یه دوران انتظاری وجود آمده، یعنی مردم نه هنوز امید دارن که بحران حل خواهد شد الزاماً، ولی نگران این که الزاماً بدتر هم خواهد شد نیستن. یه دوران انتظاری است، همه منتظرن ببینن که قدم بعدی چجور میشه. و یکی از دلایلی که به نظر من دعواهای بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای هر روز داره علنی‌تر میشه، دقیقا به خاطر اینه که جناح خامنه‌ای و برخی از سپاه، حتی برخی از سپاه الان کاملا اومدن طرف روحانی. بله.
فیروز آبادی که سخنرانی کرد گفت همتون چیز کنین، خیلی نکته جالبی است. به خاطر اینکه به نظر من این طرفی ها نگرانن که اگر واقعا وضع اقتصاد رو روحانی بتونه تثبیت بده و بتونه مراوداتش رو با سطح کشورهای بین المللی به نوعی حل بکنه و مسائل اقتصادی رو به نوعی حل بکنه، اون وقت دیگه نمیتونن به این آسونی بهش ضربه بزنن. هنوز فکر میکنن ضربه پذیره، ولی اگر حل بکنه به نظر من دیگه ضربه زدن بهش خیلی 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 دشوار خواهد شد و تلاش در تضعیفش به گمان من بی ربط به این ماجرا نیست. خیلی ممنونم آقای دکتر میلانی. 2 دقیقه وقت داریم که نظرتون رو من بپرسم در مورد پیشرفت مذاکرات هسته‌ای. تا چه حد امیدوار هستید به اینکه اراذل و اوباش در ایران اجازه بدن که این کار پیش بره؟ ببینید، اراذل و اوباش به نظر من دستور گرفتن از بالا که حملاتشون رو کمی کنترل بکنن. آقای خامنه‌ای کماکان میخواد برای خودش این انتخاب رو بگذاره که اگر خواست بازی رو به هم بزنه فاصله کافی داشته باشه، ولی در این حال وقتی که آقای ولایتی میاد میگه باید مذاکرات ادامه پیدا کنه، میگه سیستم قبلی مذاکرات مورد قبول من نیست. البته اگر یه روزنامه نگاری در اونجا بود که جرأت این رو میداشت که بپرسه و میدونست که اگر میپرسید زندانش نمیکردن، باید میپرسید که مگه 8 سال اخیر کی ریاست این وره به اصطلاح سیاست راه بردی این انتخاب این مذاکرات اتمی رو تعیین میکرد؟ همه میگفتن آقای خامنه‌ای هستن دیگه، و اگر شما مورد سیاست مورد پسند شما نبود، خب شما مشاور عالی ایشون بودی، بهشون میگفتید یک رئیس هیئت نمایندگی دیگری بفرستن حمایتشون از رئیس جمهور یه مقداری متفاوت بکنن که بذارن منتقدین رئیس جمهور در مجلس ازش سوال بکنن در این مسائل. نشد. ولی الان من فکر میکنم به رغم سنگ اندازی ها و حملات و چیزا واضح هم هست که سر شیر رو از بالای کمی بستن، مقدار حملات به نظر من یک کمی کاهش پیدا کرده. من فکر میکنم حتما یک توافق اینها خواهند کرد، برای اینکه به گمان من یک ائتلاف وسیعی در داخل رژیم از آقای رفسنجانی بگیرید تا آقای خاتمی و آقای روحانی اون وسط، برخی از سران سپاه و بخش مهمی به گمان من بخش اعظم مردم، به این نتیجه رسیدن که اگر این توافق بشه بله، یک فرجی در اوضاع خواهد شد، و وقتی فرج در اوضاع بشه، وقتی رونق در اوضاع باشه، وقتی احتیاج کمتر باشه، روباش معمولا کمتر حقه و امکان زورگویی و راندخوری و راندخواهی پیدا میکنه. آقای دکتر 30 ثانیه وقت داریم. کتاب داره تجدید چاپ میشه، کتاب فارسی با یک قسمت هایی که اضافه میشه، کی باید منتظر انتشارش باشه؟ امیدوارم تا یک ماه دیگه، یک ماه نیم دیگه به بازار بیاد. ما یک سری اسناد حدود 50 صفحه 60 صفحه اسناد در مهم کتاب مورد اشاره کتاب رو انتخاب کردیم آوردیم، چندین عکسی که تا به حال شاید دیده نشده اونها رو اضافه کردیم. تعداد عکس ها کمتره ولی اسناد زیاد، اسناد خیلی مهمی که در کتاب بهش اشاره شده، همش امیدوارم تا یک ماه نیم دیگه با اصلاحاتی که از اغلاط چاپی کتاب شده، دوستان بسیار متعددی منو شرمنده کردند، کتاب با دقت خوندن و همه غلطهای املایی، غلطهای آی پی، گزاری هایی که در اونجا سراغ کردن برای ما فرستادن، همه اینا رو ما وارد متن کردیم، متن اصلاح شده با اضافات اسناد و تصاویر. امیدوارم تا یک ماه نیمه دیگه به عنوان چاپ دوم به بازار بیاد. کماکان برای داخل کشور ما امکان مگر اینکه رژیم تصمیم بگیره که اجازه چاپشو بده که هنوز نداره، امکان خوندن مجانیش و دانلود کردن مجانیش رو خواهیم داشت. آقای دکتر منتظر شنیدن مژداش هستیم و ما
اینجا حضور شنوندگان این مژده رو خواهیم داد وقتی که کتاب به بازار بیاد. خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر بی‌نهایت متشکرم. از شما خدافظی میکنم، از امیر درفشان عزیز خدافظی میکنم تا فرصت دیگه که در خدمت شنوندگان بینندگان خواهیم بود و احتمالاً در آینده نزدیک از محضر آقای دکتر عباس میلانی استفاده خواهیم کرد. روز و روزگار به شما خوش.